با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه هستیم. فرزیا، واکنش ها در ترکیه درباره حملات اخیر اسرائیل به فرماندهان حزب الله چه بوده؟ در بیانیه شورای امنیت ملی اساسا به چه نکاتی اشاره شده؟ فریبا، من در ابتدا اینو بگم که موضعی که ترکیه در برابر اسرائیل داره میشه گفتش که هیچ تغییری نکرده. اون چه که متفاوت هستش در ترکیه، موضع ترکیه در قبال حماس و حزب الله هستش. میدونیم که طی یک سال گذشته خود اردوغان بارها به این مسئله اشاره داشته که حماس یک گروه نجات دهنده و آزادی بخش هستش و حمایت داشته از حتی اسماعیل هنیه. طی سال گذشته هنیه به استانبول هم سفر کرده بود و با اردوغان دیدار داشت. اما موضع ترکیه در برابر حملاتی که در لبنان و مشخصا علیه حزب الله هستش متفاوت هستش. ترکیه طی روزهای گذشته در بیانیه‌ها و صحبت‌هایی که از سوی مقامات رسمی داشتیم هیچ نامی از حسن نصرالله برده نشده، هیچ اشاره‌ای به حزب الله نشده و در تمامی بیانیه‌های رسمی به موضوع مردم و دولت لبنان اشاره شده. در بیانیه پنج ماده‌ای که دیروز هم شورای امنیت ملی ترکیه بعد از جلسه چندین ساعته با ریاست اردوغان منتشر کردم، در یک بند اون باز به مسئله فلسطین پرداخته شده و در کنار این بدون اشاره به نامی از حزب الله و اعضای اون و اتفاقاتی که برای سران حزب الله میفته به این مسئله اشاره شده که ترکیه در کنار مردم و دولت لبنان خواهد ایستاد. شرایطی که در حال حاضر وجود داره در همونطور که گفتم با مسئله فلسطین در ترکیه بسیار متفاوت هستش. اردوغان روز دهه هفته گذشته وقتی که صحبت کرد به موضوع گسترش جنگ اشاره کردش و اینکه اسرائیل با هزیان سرزمین موعود داره رفتار میکنه. در بیانیه وزارت خارجه هم به دو مسئله اشاره شد، یکی اینکه گسترش حجم مهاجرت ها خواهد بود و دیگری هم اینکه زمینه برای رشد افرادگرایی ایجاد میشه. این مسائلی هستش که خب در ترکیه بهش اشاره میشه با توجه به اینکه خب ترکیه در زمینه لبنان و حزب الله بیشتر معطوف هستش به صحبت هایی که در داخل کشور اتفاق میفته و مسئله لبنان به طور مشخص مسئله مردم ترکیه نیستش. متشکرم از تو فرزیا. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما.